نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو سوئد با ما همراهشان. خانم دوستدار خیلی خوش اومدید. همونطور که در خبرها هم داشتیم، پرونده این دو روزنامه‌نگار به دادگاه انقلاب ارسال شده و از جمله اتهاماتی که به اونها وارد شده، یک اتهام هم همکاری با دولت متخاصم آمریکا است. نظرتون در مورد این اتهامات و به ویژه اتهام همکاری با دولت متخاصم چه است؟ خب در بیپایه بودن این نوع اتهامات که تردیدی وجود نداره، این اتهام همونقدر بیمعنی است که اتهام اقدام علیه امنیت ملی. دو روزنامه نگار که از یک رویداد در داخل کشور گزارش تهیه کردن، چیزی که اساساً امر پنهانی نبوده، امر خصوصی نبوده، به سرنوشت عموم مردم ارتباط داشته، بر حق هر همه شهروندان بوده که از کم و کیف و جزئیات اون رویداد با خبر بشن. دو روزنامه نگار تنها کاری که کردن اینه که برای یک نشریه که در داخل کشور منتشر می شده، مجوز داره و رسما در داخل ایران داره فعالیت میکنه، گزارش تهیه کردن. حالا این رو چطوری جمهوری اسلامی، قوه قضاییه ناعادل جمهوری اسلامی ارتباطش میده به دول خارجی و یا به تعبیر جمهوری اسلامی دول متخاصم، بسیار جای تأسف و در واقع تأثیر داره، برای اینکه دو شهروند رو که هیچ که عملی خارج از وظیفه شغلی خودشون انجام ندادن، به این ترتیب اومده 7 ماه در زندان نگه داشته بدون اینکه اتهامات اونها رو روشن بکنه. بعد از 7 ماه تازه اومده یک همچین اتهامات بی موردی رو به اونها نسبت داده، واقعا جای تأسف داره. و خب یکی از نمادهای ناعادلانه بودن سیستم قضایی جمهوری اسلامی و مستبدانه و دیکتاتوری بودن نظام جمهوری اسلامی همین برخوردی است که با مطبوعات به عنوان یکی از ارکان دموکراسی انجام میدن. جمهوری اسلامی باورمند نیست به آزادی رسانه، به آزادی مطبوعات، به جریان آزاد اطلاعات و هر توی همچین در واقع ساختاری است که هر نوع انتشار اطلاعات رو جمهوری اسلامی به جای اینکه به دنبال مقصران و عاملان در واقع نقض حقوق انسانی، حقوق بشری بگرده، به گردن رسانه میندازه. یعنی دیواری کوتاه‌تر از دیوار رسانه معمولا جمهوری اسلامی پیدا نمی‌کنه و خبرنگاران به عنوان در واقع بی‌پناه‌ترین افراد شاغل در رسانه‌ها دارن فعالیت می‌کنن بدون اینکه یک نهاد صنفی مستقل و قدرتمندی پشتوانه اونها باشه، بدون اینکه قوه قضاییه مستقلی وجود داشته باشه که به اتهامات مطرح شده علیه اونها عادلانه رسیدگی بکنه. صرفا بابت انجام وظایف خودشون روزنامه نگاران هزینه های بسیار سنگینی رو میپردازن. خب خانم دوستا، چنین رویه از سوی حکومت با دو روزنامه نگار، به ویژه دو روزنامه نگار زن که کار اشتباهی هم نکردن، یک خبر رو اطلاع رسانی کردن بیطرفانه، چنین رویه چه تصویر ارائه میکنه از وضعیت کار روزنامه نگاران در ایران، به ویژه روزنامه نگاران زن، و اعمال فشار حکومت بر رسانه ها و مطبوعات در ایران؟ همونطوری که مختصر پیشتر اشاره کردم، وضعیت روزنامه نگاری در ایران بسیار اسفبار هست از بابت فشارهایی که بر رسانه و به ویژه خبرنگاران وجود داره. اولا که رسانه آزادی به اون معنا که مستقل باشه از نهادهای حاکمیتی وجود نداره. رسانه های نیمه مستقلی که وجود دارن قدرت حمایت و حفاظت از روزنامه نگارانشون رو در زمان انجام وظایف روزنامه نگاری ندارن. همونطوری که باز هم اشاره کردم، مسئله نبود یک نهاد صنفی که حامی حقوق روزنامه نگاران باشه همواره کمبودش احساس میشه. در همه این شرایط رو ما میذاریم در
کنار یک تاریخچه 40 و چند سال سرکوب آزادی بیان، تبدیل شدن ایران به یکی از بزرگترین زندانها برای روزنامه نگاران، صدور احکام بسیار سنگین برای روزنامه نگاران به نحوی که بسیاری از اونها یا اساساً عطای فعالیت در حوزه روزنامه نگاری رو به لغاش میبخشن، به کارهای دیگه مشغول میشن یا مجبور به ترک وطن و فعالیت در رسانه هایی میشن در خارج از کشور. به وضعیت زنان اشاره کردین. حالا علاوه بر تبعیض های ساختاری که وجود داره در رسانه های ایران برای اینکه جایگاه یک روزنامه نگار زن به درستی تعریف بشه، شناخته بشه، مراتب ارتقای شغلی رو روزنامه نگاران بتونن بدون تبعیض طی بکنن، همه اینها یک طرف، وقتی هم که در واقع توی شرایط مثل بازداشت قرار میگیرن، مسئله زن بودن به مراتب وضعیت اونها رو تشدید میکنه، چون اونها با در واقع اون نوع سرکوبی که در داخل زندان ها هم برای زنان وجود داره مواجه هستن، اتهامات بیاساس شخصی فارغ از زمینه‌های حرفه‌ای و تخصصی به روزنامه نگاران زن زده میشه و حتی میشه این انتظار رو داشت که برخوردهای قوه قضاییه مثل برخورد بازجوها یا برخورد قاضی پرونده با زنان به نوعی متفاوت و بعضا سنگین تر باشه. بله، بسیار متشکرم از شما نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان.